سلام، من امیرقوادم و قرار اخبار روز سینمای جهان و بالا پایین گیشه در اولین هفته جولای 2022 رو با هم بررسی می‌کنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببریم و قرار هفتگیمون در باکس آفیس رو به دوستانتون هم خبر بدین. ضمناً ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت از صفحه حمایت بکنین. نخستین تریلر رسمی از فیلم آمستردام منتشر شد. اگر از گریم گور در فیلم سورش قطندر خوشتون نمیاد، باید تا دوم نوامبر برای تماشای این درام جدید دیوید اوراسل صبر کنین و شاهد نقش آفرینی کریستیان بیل در کنار مارگو رابی، آنیا تیلور، رابرت دنیرو، رابی مالک و جان دیوید واشنگتن در جستجوی راز یک جنایت مربوط به دهه 30 باشیم. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone which is not true. انتشار دو تریلر جدید سریال ارباب حلقه‌ها حلقه‌های قدرت، آتش هواداران این سری دوچندان شد. این هفته اکانت برزیلی پرایم یه تریلر رو به اشتباه زودتر از موعد روی خروجی قرار داد که اگرچه دوبله پرتغالی داشت، ولی خب یه سری تصاویر هیجان انگیز جدید رو به دست هواداران رسوند. این ماجرای هزاران سال پیش سرزمین میانه از 11 شهریور در آمازون پرایم منتشر میشه و از همین حالا مشخصه که قرار رکوردهای زیادی رو در نمایش خانگی جابجا کنه. Entrega seu espaço. Mystery man you guys send in when you can officially send anyone else. The gray man. تیزر جدید مرد خاکستری هم این هفته منتشر شد. این فیلم اکشن جاسوسی با بازی کریس اوانز، رایان گاسلینگ و آنا دارمس از شبکه نتفلیکس پخش میشه و هزینه 200 میلیون دلاری تولیدش نشون میده باید منتظر فیلم هیجان انگیزی باشیم. You hurt? I mean my ego's a little bruised. این هفته مستند چهره هاللویا لئونارد کوهن یک سفر یک آهنگ توسط سونی پیکچرز انترتینمنت در 3 سالن به نمایش درآمد که مسیر ساخت معروف‌ترین آهنگ این خواننده، شاعر و آهنگساز کانادایی رو دنبال می‌کنه. تماشای این مستند قطعاً برای هواداران کوهن خاطرانگیز و جالب خواهد بود. بریم سراغ باکس آفیس که این هفته هم به باکس آفیس اولیا و سفلا تقسیم می‌شد. مارسل پوسته با کفش خودش رو با زحمت سپله بالا کشیده تا یه هفته قبل از اکران گسترده سری بین سر رو در بیاره. این لایو اکشن خانوادگی که اسپین آفی از مجموعی به همین عنوانه در تنها 22 سالن به نمایش درآمده، اما در همین سالن‌های محدود فروشی خیره کننده داشته و با 400 هزار دلار درآمد در گیشه فیلم‌هایی مثل دانتون ابی و با برگر رو پشت سر گذاشته. دکتر استرنج به خونه نهم جدول اومده و کم کم بعد بره که جا برای فیلم جدید دنیای مارول باز شه. جنون چند جهانی استرنج که باید جهانهای مختلف رو از درهم ریزی نجات بده و جایی ماجرای عاشقانه خودش رو هم پیش ببره، این هفته 649 هزار دلار دیگه در گیشه فروخت و مجموع فروش جهانی فیلم هم به 953 میلیون دلار رسید. همه چیز همه جا به یک باره با وجود اندکی افزایش فروش نسبت به هفته قبل یه پله در جدول عقب نشینی کرد. خانواده چینی که یک مغازه خوش‌شور اداره میکنن ظاهرا مشکلاتی با اداره مالیات دارن، اما کاش همه مشکلات همین باشه. اولین با مردی که همزاد همسرشه و از دنیای دیگه با او ارتباط گرفته باید فکری برای نجات جهانهای مختلف بکنه. این کمدی فانتزی خانوادگی این هفته 929 هزار دلار فروخت و در 15 هفته هنوز تونسته خودش رو در جدول باکس آفیس حفظ کنه. There is no way I am the Evelyn you are looking for.
the list. You have list of qualifications for Brian. کمدی درام عاشقانه لیست آقای مالکوم در نخستین هفته اکران نتونست جای چندانی در دل تماشاگران باز کنه و به 1,393,000 دلار فروش بسنده کرد. Mr. Malcolm, there's someone I want to introduce you to, Miss Selena Dole. I'm very pleased to make your acquaintance. Perhaps you might join me for a tour of the picture gallery. آقای مالکوم یه لیست از شرایط ازدواج داره تا دختر مورد نظرش رو انتخاب کنه، اما این لیست میتونه براش دردسرهایی هم درست کنه، کما اینکه یکی از دخترها که تنها با یک شرط این شانس ازدواج رو باخته با کمک دوستش در صدد انتقامه. Hope is a good thing. Perhaps I am mistaken in thinking hope a useless thing. 7 months and 5 days. I have a plan and I have a team. Darby can take any 3 things and make them explode. باز با سفینه فضایش جایی که بالا بره هر هفته پایین تر میاد. کاپتان لایتگر قرار به مردمان آینده زمین کمک کنه که از شر دشمنای فضایی راحت شن و باید دید چه میکنه. Captain Lightyear. Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne. This is exciting, a new adventure. این انیمیشن دیزنی که با قرض گرفتن قهرمانش اسپینافی از داستان اسباب بازی هم محسوب میشه، این هفته 10 میلیون دلار دیگه فروخت و مجموع فروش جهانیش هم به 94 میلیون دلار رسید. The survival with an inexperienced crew is 38.2%. Seems a bit low. Would you like to see a magic trick? Yeah. فیلم دلهره‌آور تلفن سیاه هفته نسبتاً خوبی رو پشت سر گذاشت. Tell me your name. Taylor. پسرک در دام قاتل سریالی افتاده و تنها وسیله ارتباطیش با دنیای خارج یه تلفن سیاهه که از طریق اون میتونه با قربانیان قبلی این قاتل مخوف با بازی ایتان هاک ارتباط برقرار کنه و ازشون کمک بگیره. اما چطور؟ باید دید. تلفن سیاه این هفته 19.5 میلیون دلار دیگه فروخت تا در دومین هفته اکران مجموع درآمد فیلم به حوالی 55 میلیون دلار برسه. I have a dream about it. Everybody hold on to somebody. دنیای جوراسیک عصر سلطه در چهارمین هفته اکران به جایگاه چهارم جدول اومده. باید بیشتر نگران کدوم بود؟ نوه لاکوود که از خونه فرار کرده، دایناسورهایی که 4 گوشه جهان رو به تسخیر درآوردن، یا آزمایشگاه مخفی بایوسین ژنتیک که اتفاقا تونستن میسی لاکوود رو به دام بندازن و معلوم نیست با گنجینه دی ان ای اون قراره چه کار بکنن. این فیلم اکشن علمی تخیلی یونیورسال پیکچرز این هفته 25 میلیون دلار دیگه فروخت و مجموع فروش جهانیش هم به 840 میلیون دلار نزدیک شد. You made a promise to a dinosaur. Yeah. What? الیس نتونست صحنه رو تو چنگ خودش نگه داره. این درام بیوگرافی باز لورمن با 2 پله سقوط به خونه سوم باکس آفیس هفته اومده. فیلم ماجرای زندگی الویس پریسلی، خواننده افسانه قرن 20 رو از کودکی تا مرگش دنبال میکنه و مسیر رشدش رو به نمایش میکشه. آستین باتلر در نقش الویس ظاهر میشه و تام هنگس، کلونل تام پارکر، استعدادیاب و مدیر برنامه های او رو بر روی صحنه آورده. ساخته جدید باز لورمن این هفته 31 میلیون دلار دیگه فروخت و مجموع فروش جهانی فیلم هم به 130 میلیون دلار رسید. Everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. The end is inevitable, Maverick. What are you gonna do? Here they come! Look in the air! Look in the air! Top Gun Maverick در ششمین هفته اکران همچنان در اوجه. فیلم که هر هفته داره رکوردهای تازه از خودش به جا میذاره با فروش 43 میلیون و 430 هزار دلاری هفته قبل، اونم در این تابستون شلوغ و با وجود اکران فیلم‌های هیجان انگیز نشون داده که به خوبی روی تمایلات تماشاچیان آمریکایی تمرکز کرده.
البته تبلیغات 4 جولای سال روز استقلال ایالات متحده هم در رونق گیشه فیلم بی تاثیر نبوده. تام کروز در جدیدترین فیلمش بار دیگه در نقش کاپیتان ماوریک خلبان جت جنگنده ظاهر شده و عملیاتی رو برای تخریب یک پایگاه مخفی ساخت بمب اتمی هدایت میکنه. مجموع فروش جهانی تاپگان ماوریک به 1,230,000,000 دلار رسیده که بالاترین فروش فیلمی با بازی تام کروز هم هست. مینیون ها، این موجودات زرد کوچولوی قبراق و سرحال، هر کاری دلشون خواست با گیشه های سینما کردن و رکورد جدیدی به نام خودشون به ثبت رسوندن. پرفروش‌ترین فیلم در اکران افتتاحیه تعطیلات 4 جولای. این انیمیشن یونیورسال که پنجمین فیلم از این فرانچایز به حساب میاد، داستان سیر تحولات گروه پسر جوون بد اخلاق رو به سوی یک ابر شرور بالغ روایت میکنه. Distinguished villains, my name is Gru. ظهور گرو با صدای استیو کارل در نخستین هفته اکران 164,000,000 دلار فروخت و مجموع فروش جهانی اون هم از مرز 258,000,000 دلار عبور کرد. This is the biggest day of my life. From the worst villains in the world. Am I 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. در هفته پیش رو ثور عشقتون در اکران میشه، فیلمی که خیلی از هوادارهای دنیای مارول رو چشم انتظار خودش نگه داشته و خیلی ها دوست دارن جنگ گور قصاب خدایان رو با خدایتون در برپرده سینما به تماشا بشینن، اون هم با بازگشت معشوقه از دست رفتش جین فاستر که حالا ثور قدرتمند نام داره. Oh, spoke too soon. Jane?